یک سال بعد از دو زلزله ویرانگر در نپال مردم این کشور هنوز در تلاش برای بازسازی خانه ها آثار تاریخی و بازگرداندن اقتصاد کشور به روال عادی هستند زلزله های بیش از هفت ریشتری ماه آوریل و مه 2015 مرگبارترین فاجعه طبیعی در نزدیک به یک قرن گذشته این کشور به شمار می یکی از بازماندگان میگوید گوید هیچ کس برای بازسازی خانه به ما کمک نکرده است. دولت گفته بود که 1700 یورو به ما میدهد اما ما مدت هاست که منتظریم نمیدانیم چه مشکلی پیش آمده است. مم. در جریان دو زلزله سال گذشته بیش از 9000 نفر کشته و 22000 نفر زخمی شدند و حدود یک میلیون خانه آسیب دید. من باوری به دولت ندارم زیرا از یک سال پیش اگر شما مناطق زلزله زده و مردم این مناطق را با هم مقایسه کنید میبینید که اکثر مردم بیشترین بخش سهمشان شامل غذا چادر و حتی ورق روی برای ساخت سقف خانههایشان را از سازمانهای مدنی نپالی برخی گروههای مذهبی و همچنین سازمانهای بین المللی دریافت کردند نه از دولت با وجود گذشت یک سال از زلزله هنوز بسیاری در کمپ های شبیه این کمپ در منطقه سلوخنبو زیر چادر زندگی می کند وقتی بعد از زلزله وارد خانه هم شدم دیدم عروسم زیر آوار مدفون شده و همه چیز در اطراف او فرو ریخته بود نوه را که او هم زیر آوار بود از زیر آوار بیرون آوردم و از خانه خارج شدم از آن روز دیگر به داخل خانه بر نگشتم گردشگری کلید اصلی اقتصاد نپال است با این حال مجموعه های تاریخی و صنعت کوهپیمایی این کشور بعد از زلزله به شدت آسیب دیده است